سطر اولتون پلکانیه، یعنی کرسی بالاخره مشخص نیست برای مخاطب که کرسی اونی است که زیر اگر هست، یا اونی که زیر ته هست، یا اونی که زیر مثلا سلطنت هست. کلمه ببخشند هم که از خط زمینه میفته پایین، اینجور که نوشتید. توی سطر بعدی هم کلمه ماه از خط زمینه میره بالا، یعنی سطرتون تاب داره. اگر که با یه دونه خط زمینه کارتون نمیشه و نمیتونید دقیق بنویسید، دو تا خط زمینه بکشید، یعنی برای هر سطری دو تا خط زمینه. یه خط زمینه میکشید، یه نقطه یا دو نقطه بالاترش هم موازی با اون یه خط دیگه میکشید. همه این مشقاتون در طول دوره، حتی بعد از دوره، با انجام خط کشی انجام بشه که نتیجه بگیرید. و آهسته نویسی جز ضروری ترین چیزهایی هست که توی خوشنویسی موجب پیشرفت میشه. یعنی شما اگر تسلط بالایی هم داشته باشید تند بنویسید، نتایج کمی میگیرید. سعی کنید خودتون رو عادت بدید به آهسته نویسی. روی کاغذهایی که خط کشی کردید با طمأنینه بنویسید. دو تا فایده اساسی میبرید، یکی لذت بیشتری میبرید، یکی پیشرفت بیشتری میکنید.